مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه. ولی من نیستم که این کار نشه. اگر که بنا باشه. بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت این قوم نکردند به ناموس برادر. چه بیتابانه میخواهمت ای دوری ات آزمون تلخ زنده به گوری. در شعله های آتش و فریاد کردان دردمند وطن سوختند و خاکستر بر بادهای گم شده پرزد. کردان میهنم بر داغ شهرشان میگریند. از شرم حاکمان چه بگویم وقتی که کرد سنی حتی در مرگ خیش تنهاست. علی رضا نوریزاده پنجشنبه 21 تیر ماه 12 ژوئیه جولای به شما سلام میکنم. کروات سیاه نزدم، اعتقاد ندارم. باید کروات روشن زد، باید لباس روشن پوشید. ما ایرانی ها رسممون این بود در دورانی که همچنان باور داشتیم گفتار نیک، کردار نیک و پندار نیک را. تصور بکنید که اون راننده نجات یافته میگه ایستاده بودم آماده مسافرها میمدن که حرکت کنم، یه باره یه تانکر به پشت ما زد و اینفرنو جهنم آتش قیر و سوختن خاکستر شدن. همکار من میگفت عجیبه، رژیم هر وقت دوچار مخمس هست، گرفتاره، تو بیچارگیه، یه حادثه اتفاق میفته توجه رو میبره اونجا. چقدر رژیم بی اعتبار و بی عزت و منزلت شده. هر حادثه یقش رو میگیرن. این داستان از سینما رکس شروع میشه. داشتم روزنامه هاش رو میخوندم، خبرنگار ما در آبادان گر و گر گزارش میداد تا اینکه ما یه سفر رفتیم به آبادان. من وقتی برگشتم خوابم نمی برد. اون منظره سینما رو که دیدم با خانواده ها که صحبت کردم خیلی عجیبه. یک مجموعه میگفتن بله شاه بود، این فیلم فرح رو نشون میداد، و یه عده دیگه میگفت آخه چرا نمیگه این فیلم گوزهای کیمیایی بود، شب قبلش ما رفته بودیم دیده بودیم. به شاه چی کار داشت؟ فیلمی بود که تهران نشون داد بودن، همه جا اینجا برای بار دوم نشان میدادن. تکبلی زاده اون لابلا پنهان بود. و خیلی جالبه سه روز بعد خانم کلانتری عزیز، سلام بهش میکنم، خبر داد به من که آقای شریف امامی داره یه هواپیما به عراق میفرسته. ما زود تعبیرمون این بود که داره کسی رو میفرسته که با خمینی گفتگو کنه. تیت زدیم عکس خمینی رو، یه عکس داشتیم با دکتر امینی بود گذاشتیم تو اطلاعات. بعد کیهان گذاشت تکذیب کرد، اونم عکس خمینی رو گذاشت. بعد متوجه شدیم که هواپیما میخواد بره تا آتش زننده سینما رکس رو که عراقی ها گرفتنش آشور رو به ایران تحویل. زندیات دکتر عاملی تهرانی بعد از ظهری بود، همه ای ما رو دعوت کرد به وزارت اطلاعات، ارشاد امروز. اون وقت میگفتم وزارت اطلاعات، امنیت خانه مبارکه هنوز وزارت نشده بود. گرد تا گرد میز نشسته بود. مرحوم زندیات دکتر عاملی تهرانی گفت ما پرونده سینما رکس رو تکمیل کردیم.
تمام عواملش هم میدونیم. یا آقای به نام کیاوش که مستقیما با آقای خمینی و اتفاقا اسم آقای خامنه ای هم آورد در ارتباط بودن، ایشون عاملی بوده که بنزین و گازولین و نمیدونم مازوت و هر چی اسمشو ببرم اینا رو در اختیار این آشور و تکولی زاده و یکی دیگه گذاشته و اینا رفتن تو سینما ریختن، کروسین هم گفت تو سینما ریختن، بعد آتیش زدن، بعد اومدن در سینما رو از پشت زنجیر انداختن بستن و ما تمام پرونده رو داریم. دو تا از متهمان دست ما. یکی از روزنامه‌نگارای مسن گفت دکتر فکر میکنی الان اینو بگی مردم باور میکنن؟ گفت نه، منم چون همین فکر رو میکنم با شما صحبت کردم که شما حداقل بدونید. و یه نسخه فشرده ای هم از این تحقیقات و بازجویی‌ها در اختیار ماها گذاشتن، همشون منشی ایشون اومد به ما. نکته جالب اینه دو روز بعد در اون آتش سوزی که تو تهران خمینی‌چی ها را انداختن، سینما دیاموند آتیش زدن، چند سینما مشروب فروشی غیره، وزارت اطلاعات هم آتیش زد. و زمانی که خلخالی دکتر عاملی تهرانی رو محاکمه کرد، وای با دکتر چه کردن. این مردی که مظهر زیبایی و پاکیزگی و نظافت و شیکی و زیبایی بود، وادارش میکردن توالت زندان قصر رو بشویه. اونجا نگاهی کرد و بعد به 28 ماه زندان محکوم شد. همه ما خوشحال که دکتر رو میریم بیرون دیگه میاد. من رفتم پیش فروغر بهش گفتم، خیلی خوشحال شد. به آقای پزشکپورم تلفن کردم گفتم. رفتم تو امید ایران نوشتم توی خبرهای محرمانه که دکتر عاملی تهرانی به کمتر از 3 سال زندان محکوم شده و همه معتقدند که به زودی بیرون میاد. پس فردا خلخالی تیربارونش کرد و تصویر اون پیکر زیبا با گلوله های بر چهره و تن منتشر شد. او قربانی دانستن پشت پرده آتش سوزی سینما رکس بود. دکتر سازگارا سلام. عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما آقای دکتر نوری‌زاده، خدمت همه بینندگان عزیز. منم به سهم خودم حادثه دردناک ترمینال اتوبوس در سنندج رو تسلیت عرض می کنم خدمت خانواده ها، هموطنان کردمون و همه مردم ایران. بله، تصاویر واقعا دلخراش کننده ای. نگاه میکنیم بعضی از این تصاویر رو. دکتر سازگارا، آیا واقعا باید به این ماجرا فقط به عنوان یه حادثه نگاه کرد؟ مثلا چیزایی که راجع به قدمت این اتوبوس داشتیم، نوع صندلی‌هاش و در دیوارش و نمیدونم، آیا فقط اینا رو باید گفت یه حادثه است، همه جا هم اتفاق میفته؟ در سرزمین ما آخه این ناکارآمدی و این اوضاعی که الان داریم خودش یه عامل اساسی شده. در این چند روزه ما چند تا آتش سوزی داشتیم، سوق حمیدیه، بازار حمیدیه رو داشتیم، بعد در کرج بزرگترین بازار سرباز شهر سوخته، 17,000 نفر که به نوعی نونشون از اونجا میمده، عضو خانواده اون 750 تا کاسب بودن، دست خالی. واقعا اینا رو چجوری میشه ارزیابی کرد؟
شما اشاره ای به حادثه سینما رکت آبادان کردید. خب بدون شک کار اسلامگرایان انقلابی است که اون روزها به عنوان نمادهای خلاف اسلام و اینها مشروب فروشی و سینما و اینها آتیش می زدن. و در سینما رکس همجور شما هم گفتین تحقیقات نشون داد که کسانی که این کار رو کردن در حضوری در حالی که تماشاچی در سینما بود و درها رو قفل کردن اون فاجعه رو خلق کرد. و نکته درس آموز نکته ایست که شما من اینو نمیدونستم از قول آقای دکتر عاملی تهرانی گفتید که یه روزنامه نگار با سابقه گفته بود که مردم در این شرایط باور نمی کنن. ببینید آقای دکتر نوری‌زاده، وقتی که حادثه به هر حال تو همه کشورها هست، بله. تصادف قطار، اتوبوس، نمیدونم همه چی، اینی هم که در ایران تصادفات رانندگی، بی احتیاطی ها، فرسودگی، ناکارآمد بودن آتش نشانی ها به دلیل نداشتن وسایل، بارها آتش نشان های شجاع ما گله کردن از اینکه امکانات ندارن، اینها قاعدتا این حوادث رو در ایران دردناکتر میکنه، ابعادش رو وسیع‌تر میکنه. ولی اجازه بدید من از همین منظری که شما نگاه کردید نگاه بکنم. به قول مرحوم پدر من میگفت بخت فلان کس فعلا به برج ریغه. بله. آقای خامنه‌ای فعلا به زبان عادی و عامیانه تهرانی بختش به برج ریغه، اما زبون سیاسی تری بخوایم به کار ببریم، وقتی رژیمی مشروعیت به معنی حقانیت حکومت کردن، همون که تو انگلیسی لجیتیمیسی میگن، بله، وقتی حکومتی لجیتیمیسی حکومت کردن رو از دست میده، اون وقت هر حادثه‌ای مردم به حق او رو سرزنش میکنن. بله. و حتی با تئوری هایی که در بین، وقتی آزادی نیست، رسانه های آزاد نیست و گزارش های آزادانه، روزنامه نگاران، تلویزیون آزاد نیست، مطبوعات آزاد نیست، اون وقت رسانه شایع هم کار میکنه. بله. و سطح داستان هم دورش ساخته میشه. ولی اصل ماجرا این میشه که هر حادثه اتفاق میفته مردم به حق انگشت اتهامو میگیرن رو به نقطه قانونی قدرت که شخص خامنه‌ایه. یعنی در برازجان آب کمه، بله، مردم میان تو خیابون میگن مرگ بر دیکتاتور. در خرم، برای اینکه وقتی دیکتاتوری مثل آقای خامنه‌ای همه ابزارهای قدرت رو دست خودش میگیره و پشت حتی بازجویی بچه هایی که زندان میرن خودش وای میسه، طبیعیه که هر حادثه هم اتفاق بیفته مردم متوجه او بکنن و هیچ حرفش هم باور نکنن. برای اینکه این رسانه سراسری کشور، رسانه حکومتی که انحصاراً دست ایشونه، شب و روز دروغ تحویل این ملت بده. شما خودتون از روزنامه نگاران سرشناس و سابقه دار این کشور هستید، یک رسانه یه دونه دروغ کافی است که آبروش بره. آبرو معروفه، میگفتن آقای دکتر مصباح‌زاده در کیهان میگفته اعتبار قطره قطره جمع میشه، یه شب ممکنه بخوره زمین و بریزه، چه برسه صدا و سیما که شب و روز دروغ تحویل بده. آمارش دروغه، مصاحبهش دروغه، مصاحبه اجباری پخش میکنه، ابزار، یا الان روزنامه ای مثل کیهان که روزگاری اون اعتبار رو داشته تبدیل شد به ابزار اطلاعاتی بخشای آدمکش وزارت اطلاعات و شب و روز دروغ و تهمت و خط و نشون کشیدن. از این حیث شاید تو تاریخ مطبوعات دنیا بی سابقه بود که یه روزنامه از صفحات روزنامه واسه مخالفین خط و نشون امنیتی بکشه، اتفاقا هم صبح برن بگیرنشون. بله. و یا دستگیرشون کنه. بنابراین به قول من دوستی داشتم گفت من همیشه این صفحه خوانندگان کیهان، این علو کیهان رو میخونم برای اینکه هر اتفاقی میخواد دو روز بعد بیفته اون تو به یه دو تا خودتون مینویسن به اسم مردم، بعد میبینی پس فردا فلان کس رو گرفتن، خبر آینده رو میده. البته الان کیهان دیگه از چشم افتاده و بازی نیست و
اون پشمشتا خیلی داره مثل چرخ هرزگرد میترفه. ولی میخوام بگم اینی که هر حادثه‌ای، ولو یه حادثه رانندگی، ولو بی احتیاطی رانندگی تانکر در کشور اتفاق بیفته، به حق مردم متوجه میکنن اولا به بحران ناکارآمدی حکومت در کلانش که همه کشور رو به تعبیر یکی از دوستای ما به نکبت کشونده، واقعا همه ابعادشو، و به حق‌تر این که متوجه میکنن به نقطه قانونی قدرت به شخص آقای خامنه‌ای است، و در واقع این همون بحران مشروعیتیه که به دنبال بحران مقبولیت و همه نظام حکومت اتفاق وقتی هر چی هم تلاش میکنن بهتر میشه. دکتر سازگار، یک اتفاق بسیار جالبی رخ داد. دو هفته پیش من خبری رو به دستم رسید که آقای ولایتی و مجتبا به مسکو رفتن. خب در اون زمان یه وقت هم یادم شما گفتید که این فتلیشا وقتی با روسا صلح کرد، یکی از شرایط بقای سلطنت در عباس میرزا و فرزندانش بود. به همین دلیلم بعد از مرگ عباس میرزا، محمد میرزا پسرش ولیعت شد، در حالی که عموهای گردن کلفتی مثل فرمان فرما و غیره داشت. این در واقع شرطی بود که روسا رعایتش کردن، حتی پناه بردن ممدلی شاه به سفارت روس هم باز در ادامه هم. حالا اینکه مجتبا به مسکو رفته بود، من خیلی تأمل کردم و با چند نفرم تو وزارت خارجه صحبت کردم، ولی از همه چی مهمتر آنچه به دستمون اومد هواپیمایی بود که آقای ولایتی و مجتبا از فرودگاه مهرآباد باش رفته بودن. خیلی هم سفر کوتاهی بود، صبح رفته بودن و روز بعد بامدادان در تهران بودن. آقای پوتین هم ندیده بودن، احتمالا کس دیگر دارد. حالا آقای ولایتی داره دوباره میره، آیا این به منزله اینه که سفر اول به نتیجه نرسیده؟ آیا ساینایی که دریافت کردن نشانه اینه که ترامپ و پوتین دارن میرن در یک توافق تاریخی و اینا رو به ذکر را رفتن نتانیاهو چهارمین ملاقاتش در این مدت کوتاه با پوتین بوده؟ شما چی این ور اونور میشنوید این چیزایی که به قول معروف سوال یک میلیون دلاریه این روزها؟ ما همیشه سوالای یک میلیون دلاری میکنیم. به خصوص آقای دکتر، مطبوعات عربی این روزها خیلی گزارش میکنن که بین روسیه و اسرائیل توافق صورت گرفته که روسیه ضامن شده ایران رو از سوریه و از منطقه حتی بیرون ببره، اسرائیل هم ضامن شده که رابطهش با آمریکا رو درست بکنه. و همطور هم که میگه آقای نتانیاهو، شاید در طول این مثلا دو سال گذشته 11-12 رفته مسکو و الان همزمان با آقای ولایتی این باریشون رفته. البته آقای ولایتی حسب معمول مسئولین جمهوری اسلامی که بددهن و بیتربیت هستن، ایشون رو دورگرد خطاب کرده. ولی ببینید، این محرزه که روسا میخوان فشار آمریکا رو کم، تحریم ها پدر روسیه رو در آورده و روسیه خط قرمزش کریم است، جز اون حاضر بقیه چیزا رو مذاکره کنه. و امریکا هم، یعنی این داستان اومدن ترامپ و دخالتش در انتخابات امریکا که آقای مولر داره رسیدگی میکنه در امریکا، اصلا به نفع روسیه نشد. برای اینکه در بیرون افتاد بل در امریکا این ماشین ضد روسیه که 60-70 سال در جنگ سرد در این واشنگتن کار میکرده، در پنتاگون، در CIA، در وزارت خارجه، در تینک تنک ها و اندیشکده های واشنگتن، در مطبوعات پر از متخصص روسیه است، اینا تراغونی کردن، خوشحال شدن برای که حالا دوباره این ماشین شروع کرد به حرکت کردن. دشمن قدیمی دوباره اومد در دست بود. و ماشین ضد روسیه در واقع فشار رو چند برابر، آقای ترامپ هم از ترس اینکه مارک ضد روسی نخوره، پرو روسیه و
ساخت و پاخت بده با روسیه نخوره، خیلی اوقات تندتر از حتی متعارف یه رئیس جمهور ناچار شد سهه بگذاره. بنابراین سفر آقای جان بولتون که پوتین رو مقدماتش رو فراهم کرده و قطعا یکی از ابعادش اعلام هم شد این است که بر سر در فشار قرار دادن جمهوری اسلامی روسا رضایت دادن. الان اجلاس ناتو هم که آقای ترامپ با این همه جنجال داره میره و مسئله به خصوص دعوا بر سر تعرفه‌های تجاری با اروپا، قطعا یکی از بای پروداکت‌هاش، یکی از اون به اصطلاح دستاوردهای جانبیش این است که امریکایی‌ها به اروپا خواهند گفت که مثلا ایران رو باید دغدغه‌های امنیتی امریکا رو به رسمیت بشناسه و اروپایی‌ها این یه مورد رو قاعدتا کوتاه می‌کنند برای اینکه مشکلات بزرگتری الان با امریکا دارن و حاضر نیستن که حالا سر ایران پافشاری بکنن، چون واقعیت اینه که جمهوری اسلامی یک دوست نزدیک تو هیچ کدوم از این کشورها نداره. درسته. و تو هیچ کدوم از این کشورها، نه روسیه، نه انگلیس، نه فرانسه، نه آلمان که یه موقع بیشترین رابطه تجاری رو داشته، نه ایتالیا، نه دیگران، ممکنه جیب ایران رو خالی کنن ولی اینجور نیست که بخوان حالا پای ایران بیستن. بنابراین روسیه که نزدیکترین دوست ایران، چین هم که تکلیفش از اول معلوم بوده، چین از زمانی که آقای روحانی دبیر شورای امنیت ملی بود خصوصی بارها گفته که آقا شماها مگه نمیخواین مملکتتون رو بسازین، یه دوره آرامش میخواین، چی با دنیا دعوا میکنین، وایسین یک کناری، ما داریم همین کارو میکنیم و این دعوا با آمریکا رو تمومش کنیم. چینیا حواسشون پی کسب و کار خودشونه و اینقدر مصرن که حتی حاضر نشدن این پروژه بزرگشون از ایران راه رو بیارن دریای عمان، ترجیح دادن از پاکستان با هزینه زیاد ببرن. بنابراین میمونه روسیه. روسیه الان به دلیل مشکلات خودش میخواد با آمریکا دوستی کنه، تنش زدایی کنه، اگرچه حالا دستاورد مهم برای آقای پوتین اگر به دردش بخوره این نیست که با بودن ترامپ بین اروپا و آمریکا تنش شده، با چین همین جوریه دعواهایی، ولی چیزی گیر روسیه از این دعواها نمیاد. یعنی این چیزی نیست که پولی تو جیب روسیه بذاری و مشکلیشو حل بکنه. و اتفاقا روسیه الان از قبل افزایش تولید نفت، از غیبت ایران در بازار نفت، چون دو میلیون بشکه صادرات روزانه ایران رو دست کم برآورد بازار نفت این است که 4 تا کشور قول دادن پر کنن: عربستان، روسیه، کویت و امارات. بله. خود امریکا هم هست، اولین محموله ها رو داره به ژاپن صادر میکنه و این 4 تا فقط برآورد بازار نفت این است که 1.6 میلیون بشکه میتونن فوراً تو بازار برید. بنابراین میمونه 400,000 تا همش کمه و روسیه یه سهم 300-400,000 بشکه در روز از این سهمگیرش میاد. بنابراین روسیه هیچ مشکلی نداره با کارت ایران بازی. ضمن اینکه این نکته رو باید در نظر گرفت، زمانی روسیه طی 40 سال گذشته از دور جمهوری اسلامی همواره سعی کرده بود فاصله ایران با غرب رو، اروپای غربی و امریکا رو با دستای پیدا و پنهانش یه جوری نگه داره که هیچ وقت غرب اعتماد نکنه بیاد در ایران سرمایه گذاری کنه و خط دوم لوله گاز رو، رقیب روسیه رو، با گاز ایران بکشه، چون ایران امکان داره و منبع گاز دنیا هم هست. همون گفتگویی که ایران با ترکیه هم داشت و عملا به همون ترکیه خط شد. الان حتی اینم برای روسیه جذابیت نداره، برای اینکه بریتیش پترولیوم 28 میلیارد دلار پروژه رو اجرا کرد، شاه دنیز از کف دریای خزر رو خط لوله کشیدن از آذربایجان، گرجستان، ترکیه رفت اروپا. یعنی اتفاق افتاده. روسیه اگرچه با آلمان یه قرار داده جداگانه بسته گاز به آلمان بده، یه خط اختصاصی بکشن، ولی اهرم دیگه اون انحصار صدور گاز به اروپا عملا خطدار شده. و همینجا هم در پرانتز عرض کنم، خاک بر سر مسئولین جمهوری اسلامی واقعا که کف دریای خزر هم برداشتن بردن و آقای خامنه‌ای وسعتی به
اندازه استان اصفهان، بزرگتر از استان اصفهان از ایران در دریای خزر جدا کردن با منابع کفش، 11% تا 16% جنوبش رو میگن مال شما که هیچ هم توش نیست، و بدون اینکه در واقع بتونن حتی نفت حرفی بزن، یعنی سوء سیاست در این یه مورد خاص. من تو جریانم به خاطر اون فردی که تو این کار بود، توتال حتی قرارداد درافت رو برای ایران فرستاد، فوق العاده قرارداد خوبی بود برای 25 سال آینده، و اینا بازی در آوردن با سر اون بازی های پشت پرده پورسانتا، رفت آذربایجان پیادهش کرد سریع تو 5 سال، و این باید تو ایران پیاده میشد. اجازه بدید یه درنگ کوتاهی بکنیم برگردیم، من روی این قضیه همچنان صحبتی دارم که با هم ادامه خواهیم داد. با ما باشید. دریغا که داستان ما جدا مانده از هم، دریغا که در چشم ما شکفته گل غم، جدا از هم و در سایه ها چو مرغان غمگی، قفس های ما را کرده جدا غمی سرد و سنگی، تو چون آرزو با منی گر از دید دوری، برای شب تار من چو دریای نوری، تو چون آرزو با منی گر از دید دوری، برای شب تار من چو دریای نوری. داستان ما جدا مانده از هم، دریغا که در چشم ما شکفته گل غم، جدا از هم و در سایه ها چو مرغان غمگی، قفس های ما را کرده جدا غمی سرد و سنگی، کشیده فلک بین ما خط بی وفایی، نوشته که عاشقان جدایی جدایی، کشیده فلک بین ما خط بی وفایی، نوشته که ای عاشقان جدایی جدایی، دریغا که داستان ما جدا مانده. با درود دوباره، ترانه زندیات فریدون فرخزاد بود و گروه هونیاک اجرا کرده. چقدر قشنگ بود. دکتر سازگارای عزیزم، این مهر آقای خامنه‌ای به روسیه و اینکه در چشمای آقای پوتین برق مسیح رو دیده، خب یه چیز قدیمی است، از قدیم این حال احوال ایشون داشته. مرگ بر امریکاش هم
بخشیش از اونجا ناشی میشه. حالا من نمیگه آقای پوتین چجوری نه مرگ بر امریکا میگه، مخلص امریکا هم میگه. به اعتقاد شما مبنا رو اینجوری فرض کنیم که روسیه و امریکا یه توافقی میکنن، در واقع فشارها روی اوکراین کم بشه برای اینکه سوریه بتونه جمهوری اسلامی رو خارج کنه از معادله سوریه. یعنی کار به اینجا رسته، من با دوستان سوریه حرف میزنم که آمریکایی‌ها حتی پذیرفتن اسد برای یه دوران موقت تا برگزاری انتخابات باشه، بعد یک بعد از 6 ماه یک در واقع حکومت موقت احتمالاً به رهبری فاروق الشهر روی کار بیاد که انتخابات زیر نظر اون حکومت انجام بده، اسد هم عاقبت به خیرش کنه پاش به روسیه یا جای مثل. شما فکر میکنی خروج از روسیه از سوریه اگر جمهوری اسلامی عقل میکرد و از یمن میومد بیرون و همینطور اعلام میکرد از سوریه هم بیرون خواهد اومد، این موقعیتشو خیلی بهتر نمیکرد؟ یعنی از این حالت وحشتزا بیرونش میورد و در این حال اگر بیرونش بکنن ناچار بشه بره بیرون، چون با روسا که نمیتونه درگیر بشه، در اون صورت موقعیت جمهوری اسلامی در منطقه بسیار به خطر خواهد افتاد در سطح بین‌المللی. آیا نشانه این نیست که واقعا تصمیم بر اینه که جمهوری اسلامی باید بره با چیدن دست و پا؟ ببینید، خیلی من روسیه رو خبری که دارم البته از یک کانال نسبتا موثق شنیدم، روسا در حلقه های درونی خودشون تحلیلشون این است که جمهوری اسلامی نمیماند. هزاری هم قول بدن آقا مشتبه رو نگر میدارن، اونو نگر میدارن، خودشون برآوردشون این است که روسا نمیمونن، جمهوری اسلامی نمیمونه، تجربه فروپاشی دارن و میدونن نظام های ایدئولوژیک اینطوری و اقتدارگرا تمامیتگرا به یه جایی میرسن که مثل خود شوروی، شوروی نه اپوزیسیون عجیب غریبی داشت، نه فرشبت جنگ خارجی بود، نه حتی در اون مقطع تحریمی علیهش بود، نه هیچی، نه رسانه ها بود در این حالت، نه یه رادیوی اروپای آزاد بود فقط، به چیز نبود. دقیقا، یعنی مدت ها بود که میگفتن بیش از 2-3 سال بود قبل از فروپاشی شوروی، کاگبه میدونست شوروی نمیمونه، اما سیایه در واشنگتن نمیدونه و باور نمیکردن که شوروی وقتی پاشید فهمیدن که چقدر مقوایی بود و چقدر بی بنیه بود. روسا ظاهرا میدانن نمیمونه و طرحشون هم این است که نفوذی که دارن در سپاه، در دستگاه اطلاعاتی، در خود دستگاه بیت رهبری که اصلا امکاناتش کمتر از سپاه یا اطلاعات یا دولت یا هیچ جای دیگه نیست، ظاهرا انقدر نفوذ دارن که پوتین بعدی رو هم خودشون روش کار کردن. یعنی یه توطئه ها، من نمیخوام وارد توری توطئه بشم و فکر کنم روسا هر کاری دلشون بخواد در ایران میتونن بکنن، ولی چیزی که من شنیدم این است که استراتژیک در واقع روسا میدونن این حکومت قابل دوام نیست و خودشونو برای بعدش آماده کردن، برای اینکه یه ابزارهای واقعی روسا در ایران دارن با فاصله نسبت به سایر کشورهای خارجی در ایران امکانات دارن، به یمن پرو روس بودن آقای خامنه‌ای و اعوان انصارش و این سالیانی که دستشون باز بوده در همه دستگاه‌های کشور نفوذ کرده. بعد در بدنه هم دارن یه تعدادی از چپ‌های سابق از موزه ضد امریکایی پروروسن و با اونام در بخش‌های مختلف میتونن، فرق اساسی که با بقیه خارجی‌ها دارن و امثال هم، و به روایتی هم هزار اینفورمر و جاسوس دور دیده در ایران دارن. میدونید در بک آفیس در واقع 13-1، یعنی 13,000 نفر هم باید کار کنن تا این 1,000 آدم در یک کشور بیگانه ماموریتشون انجام بده. برای من میخوام بگم با فاصله از همه قدرت خارجی در ایران دستشون بازتر و اون وقت
با این کارشون اعمال نفوذ میکنن، مثلا جایی مثل وزارت نفت داد بچهای نفت رو در میارن، برای اینکه دست به هرچی میخوان بزنن دستور از بیت رهبری و سپاه و اعمال نفوذ میاد که اینو بدیم به روسا، اینو جلوشون میگیرن و دخالت هم میکنن. روسا اصولا برخلاف چیزی که آقای خامنه ای ظاهرا در یک جلسه ای هم چند سال پیش گفته بود، تاریخ نشون داده روسا هیچ وقت دوستانشون تنها نمیذارن، اتفاقا سر موقع میفروشن به قیمت پوست خیار. صدام حسین قذافی بعدم هیچ عبایی ندارن از اینکه معامله کنن و خیانت های بزرگی هم در تاریخ معاصر ما به ما کردن. یعنی دولت ملی بعد مشروطه رو اومدن التیماتوم دادن که مورگان شوستر رو اخراج کن، تحقیر کردن ایرانی ها رو، دکتر مصدق رو، اون خیانت ها رو بهش کردن به همسال، برحال کم نیست، یا به میرزا کوچکان یا دیگران. به هر حال ببینید روسیه بازی خودش رو داره میکنه، اما اینی که آیا جمهوری اسلامی با فشار روسیه از سوریه میره بیرون، من تصورم این است که بازی که در عراق جمهوری اسلامی کرده یا در لبنان مدلی است که اونجا احتمالا در سوریه هم میخواد بکنه. یعنی چی؟ یعنی این حزب اللهی که در سوریه درست کرده، ظاهرا 60,000 تا میگه آدم شبه نظامی مثل بسیج در اونجا تربیت کرده و مثل هشت و شعبی میخواد این رو بخشی از نیروی مسلح سوریه بکنه، باشن در درون دولتش باشن، و اینجوری اگه قانونی بشه ایران در اونجا اون ارگانی که درست کرده، اون وقت دیگه کسی نمیتونه بگه برو بیرون. الان کسی نمیتونه به حزب الله لبنان بگه لبنان برو بیرون، برای اینکه خب تو انتخابات بوده، رأی آورده و بخش از حکومت. الان این مدل که مدل تکثیر خود سپاهه، یعنی یه سازمانی که هم سیاسی هم اقتصادی هم نظامیه، این مدل رو فعلا میشه گفت در عراق و لبنان اجرا کرد. در سوریه هم به نظر میرسه که با نفوذی که در دولت سوریه دارن، در فسادی که با بالاهای حکومت سوریه دامن زدن و شکل دادن به این سالیان، در پروژه های خونه سازی، پروژه خودرو سازی، پروژه های مختلف، سپاه چجوری تو ایران فساد درست کرده و آقای خامنه ای اونجا هم کردن. بنابراین ممکنه خیلی آقای اسد هم نتونه صبح بگه ایرانی ها برن بیرون، انقدر آدم کاشتن. برای من فکر میکنم مدلی که اینا دنبالشن اینه، منتها ببینید یه قدم عقبتر بگید، ایرم هم در سوریه ماندن به سبت عراق یا در به سبت لب، چی گیر مردم ایران میاد؟ بله. چه چیزی، چه کی اصلا تونسته ایران در سیاست خارجی با این کارت بازی کنه به نفع منافع ملی ما؟ همیشه اتفاقا باعث شده فشار بین المللی بوده، تروریسم گفتن و همین حزب الله یه قلم کافیه برای اینکه ببینید شما چقدر از منافع ملی ما قربانی شده و از بین رفته. و بعد با آقای خامنه ای و سپاه گفت خب البته بهانه شون اینه، بهشون بگی میگن ما اینطوری باعث میشیم ابزاری داریم دشمن نتونه ما رو سرنگون کنه. بعد گفت آخه سرنگون کردن مگه دست آمریکا یا دست کشورهای دیگه، سرنگونی دست مردم ایرانه و شما بلایی که سر مردم ایران آوردین، ساده ترین نیازهای مردم رو نمیتونین تامین کنین، دشمن خارجی چی کارد؟ یعنی اینی که مردم میگن نه غزه نه لبنان جانم فدا ایران یا سوریه رو رها کن فکر بال ما کن، یه واقعیت بزرگی پشتش خوابیده. یعنی منافع ملی ما هزینه میشه در جاهای دیگه ای که یک آپاسی برای ما منفعتی نداره. اینم شوخیه که ما اینجا هستیم که امنیت در داخل مرزها باشه، یکی از عوامل ایجاد ناامنی ایران. الان داره همین بازی رو آقای دکتر در افغانستان میکنه با طالبان. بله. یعنی افشا شد که در کرمانشاه 600 تا طالبان داره توی پالایش پادگان آموزش میده، پول میده، امکان میده، افغانستان رو ناامن میکنه، مردم بدبخت افغانستان کشته میشن و
برای اینکه طالبان بیاد سر میز بشینه یه ابزارشون، اونم طالبانی که وقتی سر قدرت بود نزدیک بود با ایران جنگ بکنه و اینقدر سنی‌های متعصبی ضد شیعه تو این بله یعنی اسلامگراهای متعصب. و خب شما ببینید یا در یمن این بلایی که به جون مردم پابرهنه و رنگ پریده یمن انداختن، این همه کشته، این همه بدبختی، حوثی ها رو به اسم شیعه بریزید جلدشون و جنگ داخلی درست بشه، آخرش امیدوارن مثلا از حوثی ها یه مدل دوباره مثل سپاه یا حزب الله لبنان اونجا درست شه تو قدرت باشن، این بازی که حزب مسلح درست کنن چند وچی تو هر کشوری. ولی تش سوال اینه چی گیره مردم ایران میاد؟ یعنی وقت به قیمت دشمنی با آمریکا، با اروپا، با اسرائیل، تمام اون سافت پاور و قدرت نرم اسرائیل از قبل یهودیان دنیا به حرکت در میاد علیه ایران، بانکداری غیره و غیره، و دشمنی با عرب ها، با حاشیه خلیج فارس، دقیقا یعنی الان فشاری که سعودی ها دارن به ایران میارن شاید دیگه کمتر کشوری میاره با همه امکانات مالی که دارن و بالاخره خادم حرمین شریفین تو دنیای اسلام و شش کشور خلیج فارس. به هر حال ببینید یعنی وقت این فقط به اینجا ختم نمیشه، وقت کشورهای بی‌طرف و چیزی مثل هند، مثل ژاپن، مثل کره، اینا عقب پای میشن، حتی چین. من آقای دکتر نوری‌زاده واقعا تولید ناخالص داخلی ایران رو بنا به آمار بانک جهانی نگاه میکردم برای سال 2017 همه دنیا منتشر میکنه، تازه مأخذش آمار رسمی خود حکومت درسته 439 میلیارد دلار خود تولید ناخالص داخلی ماست، یعنی در سال 57 انقلاب شد تولید ناخالص داخلی ترکیه نصف ما بود، الان تولید ناخالص داخلی ترکیه دو برابره. بله یعنی هر شهروند ترکیه سرانه به خصوص میکنی ثروتش در سال، تولید ثروتی که میکنه دو برابر یک ایرانی. بله اگر همین آمار رو بگیریم هر ایرانی به نسبت سال 55 در این 40 سال 56 در این 40 سال جمهوری اسلامی 30% فقیرتر شد به طور متوسط، تازه با اختلاف طبقاتی و دزدی و فساد به اصطلاح این افزایش ضریب جینی، اون وقت فقرا ممکنه این عدد به جای 30% 300% باشه. بله دقیقاً دقیقاً بنابر این اون وقت شما ببینید دغدغه حکام ما به جای اینکه هر حاکمی در دنیا وقتی این عددا رو ببینه دوبامبی باید بکوبه تو سرش و هیچ دغدغه‌ای نداشته باشه جز اینکه شده یه روزی یکی از رؤسای سازمان برنامه بود از دوستان من بود توی جلسه خصوصی میگفت آقا اوایل انقلاب بود میگفت من الان که اومدیم سر کار میبینم دست هر کسی که یه دلار بیاره تو ایران بعد من ماچ کنم سرمایه بیاره، این حرفا چیه ما میزنیم اون شعار میدیم و در عمل دیده بود. خب بله اون وقت شما ببینید حکومت به جای این دغدغش چیه دختر بچه 17 ساله رو ورداره بیاره توی تلویزیون که قوه قضایی هم دید خراب شد و پاشو کشیده عقب و اینا همه‌شو شما میدونید رادیو تلویزیون ادارش در واقع آقایی که اونجا هست عروسک پاپته توی کمیته فرهنگیش که پسر آقای حداد عادل، پسر ارشد محمدی گلپایگانی و پسر کوچیکه آقای خامنه‌ای مسئولشه زیر نظر خود ایشون و مشتبه اینا همه کارهای رادیو تلویزیون رو میکنن و بهش دیکته میکنن، یعنی اتفاقا این هم دست بیته. چرا؟ برای اینکه میخواد از مردم زرتشت بگیره، میخواد ببنده راه رسانه ها رو. چرا؟ چون آقای خامنه‌ای تصمیم گرفته جلوی آمریکا مثلا کوتاه نیاد، تحریما رو دور بزنن، پول نقد ورد بیان، کثافت کاری بکنن، دوباره پول جابجا کنن و مردم هم بترسونه، چون ایشون معتقده سیاست معاویه درست در نصر به روب باید که مردم از حکومت بترسن. و اون وقت ببینید این چیزا باز باید گفت اتفاقا جوانای ما، مردم ما، شاید خیلی هاشونم ادبیات و کتابهای مبارزات مدنی رو مطالعه نکرده باشند ولی بر اساس عقل در واقع متعارف بهترین فعالیت‌های مبارزات مدنی در ایران داره در جریانه، یعنی کمپین را میفته
در دفاع از دختر بچه 17 ساله برخصت برخصت توی اینترنت و حکومت رو با اصل عدد در مبارزات مدنی که وقتی از یه تعدادی بیشتر میشه دیگه حکومت کاری نمیتونه بکنه میذارن در سنگنا. یعنی همین که شما اول برنامه میفرمودین هر کاری حکومت میکنه چون مشروعیت نداره، چون اعتمادی نداره، چون آبرویی نداره، مردم از نقطه کانونی قدرت و ولایت فقیه تکون نمیخورن و بعد با مقاومت جانانه در ابعاد مختلف که خیلی اوقات فرهیخته های جامعه هم میان میدون کمک میکنن، هنرمندا، نویسنده ها، میبینید که یه جبهه جدید مقاومت باز میشه و اوضاع حکومت رو بدتر میکنه. بنابراین بعد عرض کنم اینی که میفرمایید از سوریه بیان بیرون، اگر منفعت ملی ما مهم بود اصلا نباید پاشونو میذاشتن در یمن این دعوا با عربستان درست شه، نه در عراق این بساطو به پا بکنی، نه در لبنان، صرف نظر از غیر انسانی بودن این کارا که جان میلیون ها نفر رو به خطر میندازه، اصلا فقط به مصلحت منفعت ملی ما نه باید با اسرائیل دعوا بکنیم، نه با آمریکا دعوا بکنیم، ما باید بچسبیم تو اون منطقه اون مملکت رو بسازیم. در این حال اگر ما ببخشید آقای دکتر، اگر ما اون سیاست ملی رو پیش گرفته بودیم امروز به عنوان یک ابرقدرت منطقه حرفمون خریدار داشت، میتونستیم مثل قبل از انقلاب حداقل اقتدار ملیمون رو در عمل روی میز بگذاریم، تجربه کنیم در عین دوستی. یه سوال دیگه من داشتم راجع به آقای جهانگیر. من یه جمله رو بگم، این آقای مهاتیر محمد سالها پیش موقعی که نخست وزیر، البته الان دوباره نخست وزیر شدن 90 سالگی، و در یه جلسه خصوصی به ایران گفته بود که با این آمریکا در نیفت. بله. و شماها با این گاو آمریکا شاخشو چسبیدین، ما سینه‌شو چسبیدیم و شیر ازش می‌دوشیم. نکنید این کارو. خب ببینید 40 سال اینا با شاخ آمریکا در افتادن و قدرت 19000 خورده میلیارد دلاری تولید ناخالص داخلی آمریکا رو علیه خودشون کردن، انقدرم پا رو دمش گذاشتن، هی هر روز فوش، هر روز یه چیزی، یه کاری، یه چیزی، و خب چقدر مملکت ما خسارت برده باشه. و پروژه های بی سرانجام مثل هسته‌ای که من حساب میکردم 1/10 این هزینه‌ای که در پروژه هسته‌ای شده، اگه نیروگاه های خورشیدی یا سیکل ترکیبی گازی که ارزون ترین نوع برق هنوز ما گاز لایزال داریم نصب شده بود تو کشور، 1/10 پولی که خرج پروژه هسته‌ای شده، ما الان کمبود برق نداشتیم، مردم اینطور جون بیان. بعدم میشد عرض شود که آبشیرین کن در خط ساحلی که 200 تاشو وزارت نیرو مطالعه کرده نصب میکردی، مشکل آبم دست کم آب شرب این جنوب مملکت ما نداشت اینجور به العطش و الامان بیاد. بنابراین من نمیدونم واقعا از هر جای آدم میگه دادش به هوا میره که این منظره رو دکتر سازگاه، این منظره عده مرغدار با مرغای مرده کف زمین جلوی اداره مربوطه تو گناباد خیلی دردناک بود و منظر یک مرغداری به علت قطع برق و نداشتن دانه این مرغا مرده بودن و آدم واقعا متأسف. البته تو مملکت ما انسان ها از نداشتن غذا و آب و برق میمیره، ولی این منظره خیلی تلخ بود. یعنی واقعا آدم یاد کشورهای بدبخت آفریقایی هم وضعشون اما بهتر. از بدیم وقت زیاد نداریم. آقای جهانگیری دوباره اومد این معاون اول که قرار بود عید بیاد به مردم توضیح بده، حالا موکول کرد به مرداد. ولی آقای جهانگیری که تمام بالا پرش رو چید آقای روحانی به دستور مقام معظم رهبری، آیا واقعا حرفی برای گفتن داره؟ الان که عملا آقای نوبخت و آقای واعظی همه کارن، ایشون چی میخواد بگه؟ این حرفاش رو امید خوب میشه، درست میشه، من نمیدونم واقعا چطور ارزیابی کردی طرفاشو. والا به قول معروف کی از حلوا حلوا دهن شیرین شده که این دفعه با حرف آقای جهانگیری حالا بخواد شیرین بشه.
آقای جهانگیری هم فکر شما گفتین به شدت منزوی شد در دولت، اشکال پیدا کرد و چندین بارم استعفا داد. درست آقای نوبخت تکذیب کرده که ایشون استعفا نداده ولی داده، و آخرین بارم آقای روحانی دیگه چیزی بهش نگفتد ولی دوباره گذاشتنش رئیس ستاد مشکل اقتصادی و از این حرفا. ولی واقعیت اینیست که آقای روحانی تمام اون وعده هایی که در انتخابات داده بود رو به طاق نسیان کوبیده، رفته سرشو کرده زیر عبای آقای خامنه‌ای و اون اتاق جنگ اقتصادی که آقای خامنه‌ای درست کرده با حضور رؤسای سه قوه و بعضی فرماندهان سپاه و غیره، و پذیرفته که بیاد وارد همین کسوتکاری‌هایی بشن که از توش مطمئن باشید 20 تا بابک زنجانی دیگه در میاد. پول نقد و میخوان از 110 میلیارد دلار ذخایر ارزی ایران که اگر حالا این رقم درست باشه امیدشون این است که 20 تا 40 میلیارد دلارشو یه جوری نقد کنن بیارن داخل ایران، بعدم یه عده عوان انصارشون پاسپورت این کشورهای فقیر رو برن بخرن، را بیفتن دوباره با چمدون وقتی تحریم بانکی در ماه نوامبر شد خوشم برن دور دنیا کالا بخرن بیارن. و البته یه عده اون وقت یهو 60 میلیون دلار یادتون هست هواپیما 560 میلیون دلار زمان احمدی نژاد اومد فرودگاه تهران نشست 60 میلیون دلارش نبود و دزدی میشه، فساد میشه. البته اینا هم همینو میخوان بعضی از این آقایون همینو دزد میگن، از قدیم پی بازار آشفته میگردیم و لابد میخوان تو این آشفته بازار. آقای روحانی موقع میگفت کاسبان تحریم، خود چم حالا رفته کنار دست کاسبان تحریم. من واقعا نمیدونم آقای جهانگیری چی کار میخواد بکنه و چه کاری از دستش برمیاد، ولی آدم یه جایی وای میسته کار میکنه که بدون فایده ای داره، باری از دوش ملت بر میداره. ممنونم ازت. 11 سال پیش سعید مرتضوی جنایتکار، زنده‌یاد زهرا کاظمی، عکاس روزنامه‌نگار رو به قتل رسوند به وضع فجیع و تعرض به ایشون، محکوم شد به 2 سال حبس و بانویی که فقط روسریش رو از سر برداشته به 20 سال. این عدالت سید علی خامنه‌ای و صادق لاریجانی است. سپاسگزارم دکتر سازگارا. ممنون از محبت شما. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته باد. علیرضا نوری‌زاده، تا فردا به اتفاق دوست عزیزم دکتر محسن سازگارا، همه شما را به پروردگار عاشق می سپارم. صلاح کار کجا و من خراب کجا؟ صلاح کار کجا و من خراب کجا؟ ببین تفاوت ره کس کجاست تا به کجا؟ چه اسمت است رندی صلاح و تقوا را؟
سوار از کجا، نغمه رباب کجا. باد روزگار وصال بشد که یاد خوشش باد روزگار وصال خود آن کرشم کجا رفتم تاب کجا من این به سیب زنخان که شاه در راست کجا شتاب کجا بدین شتاب کجا بدین شتاب کجا بدین شتاب کجا بدین شتاب کجا